سلام وقتتون به خیر رفقای عزیزم امروز میخوام راجع به یه بخشی از پروسه کاریمون یعنی ترید کردن و بازارهای مالی صحبت کنم میدونم حتما براتون پیش اومده که تریدرهای موفق چه شکلی عمل میکنن میخوام نکتر بهتون بگم که تریدرهای موفق فقط نمیشینن پای چارت و تحلیل و صحبت های اینو اونو بشنون و دم به استراتژی بخوان یاد بگیرن و یکی از مهمترین بخش های زندگی یک تریلر مطالعه کردنه که اگه دقت کرده باشید من همیشه روش تاکید میکنم به چند تا دلیل یکی از دلایلش اینه که شما باید دیدتون نسبت به این دنیا و این فضای کاری که دارید توش فعالیت میکنید باز بشه باید با افراد مختلف باید با نگاه های مختلف و تجربیات مختلفی که طبیعتاً خیلی از این افراد عزیز خیلی از این افراد موفق تریدر های موفق ایرانی نیستن خارجی خارج از مرزها زندگی میکنن آشنا بشید خب برای موضوع راهتون چیه؟ برای موضوع راهتون اینه که شروع کنید به خوندن کتاب ها کتاب هایی که این تجربیات رو به زیبایی به شما انتقال میدن کتاب هایی که بخش های مختلفی از این مارکت یا حوزه کاری رو براتون شفاف میکنن و میتونن بهتون دیتاهای خوبی بدن برای اینکه بتونید موفق باشید من چند تا کتاب رو توی این برنامه میخوام بهتون معرفی بکنم جز کتاب هایی هستن که به نظر من خوندنشون واقعا نیازه و خیلی کمک میکنه به پیشرفتتون توی این پروسه کاری اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم اثر جناب آقای جک شواگر هستش به اسم مارکت ویزارد مارکت ویزارد خب معنیش که مشخصه و طبیعتا یه گوگل هم بکنید بهتون میگه که دقیقا نکات طلایی و یا چیزهای خیلی خاص این مارکت رو داره براتون باز میکنه این کتاب خب یکی از بهترین تجربیات رو میتونه به شما منتقل کنه یکیش هم این هستش که یا اصلیش این هستش که ایشون میان و با تریدرهای موفق شروع میکنن به مصاحبه کردن صحبت میکنن و راجع به تک تک مسائلی که توی پروسه مالی و ترید کردن تأثیر مثبت میذاره و شما رو به جلو حرکت میده بهش اشاره میکنم. چکیده این کتاب همین هستش که حالا شما باید برید بخونید تا بدونید یعنی چی و از چه مسیری این گذر میکنه چکیدهش هم این هستش که شما نیاز نیستش که استراتژی های دیگر رو کپی بکنید و عینش رو بیایید خودتون سعی کنید باش ترید بکنید یا اینوست بکنید یا هر چیز دیگه استراتژی ها رو شما کسب میکنید و برای خودتون شخصی سازی میکنید نقاط مثبت نقاط منفی اون نقاط طلایی رو برای خودتون ایجاد میکنید و شما با استفاده از اون استراتژی شخصی عمیقی که به وجود آوردید میتونید تو این پروسه موفق باشید دومین دو کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم نوشته جناب آقای بنجامین گراهام هستش ایشون یک کتاب دارن و اون هم اسمش هست Intelligent Investor. یعنی شما با توجه به اون خوشی که توی این کتاب به دست میارید با توجه به نکاتی که به شما ارائه میشه باز هم میتونید وارد پروسه جدیدی از این مارکت بشید حالا چی داره میگه؟ داره میگه که ما توی هر بخشی که میخوایم سرمایه گذاری کنیم یه تایم کوتاه مدت داریم و یک تایم بلند مدت داریم شاید ابتدای خوندن این کتاب شما این دیتا رو بگیرید که ایشون دارن راجع به سرمایه گذاری های بلند مدت صحبت میکنن ولی خب چکیدش رو وقتی که مال من اینجا یادداشت کردم وقتی که میرسید به انتهای کتاب و نکات رو برای خودتون یادداشت کردین این مسئله براتون خیلی پررنگ میشه اون هم حاشیه امنی هستش که توی ترید کردن اینوست کردن یا سرمایه گذاری برای شما داره رونمایی میشه که شما باید همیشه این مارکت رو به یه شکلی ببینید که یک فضایی برای اشتباه کردنتون در نظر گرفته بشه و طبیعتا همیشه به این فکر نکنید که اون استراتژی اون سناریو یا اون طرز تفکر و محاسبه صد درصد اتفاق میفته من پیشنهاد میکنم کتاب بخونید برای کسایی که حالا استراتژی من... استراتژیشون به نتیجه رسیده و حالا میخوان بدونن که به چه شکل و چقدر از سرمایهشون رو وارد بکنن و تو چه بازه زمانی از اینها بتونن بهره برداری بکنن کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب ریمانانسنس آف استاک اپراتور هست این کتاب خیلی کتاب جذابیه و اثر آقای ادوین لفور هست راجع به زندگی واقعی یکی از مهمترین تریدرها و شاخصترین های دنیا صحبت میکنه به اسم آقای لیرمور جسی لیرمور ایشون خیلی تو این کتاب راجع به این که چندین بار سرمایه های بسیار زیادی تو این مارکت به دست آوردن ولی بعد از چند وقت اینا رو از دست دادن خب چی بهتون یاد میده؟ روبرو رو شدن با اتفاقات تلخ توی مارکت میدونید که این مارکت یک مارکت به شدت ترسناک بیرحمه و چیزی رو نمیذاره برای اینکه شما بخواید بگید بحث احساسی به وجود بیاد یا بتونید با مسائل احساسی حلش بکنید ایشون میان تو این کتاب از اتفاقات و سرگذشت زندگی آقای لیورمور صحبت میکنن میگن که توی شاید که مارکت آسیب میزنه و سرمایه شما از بین میبره و یا جاهایی که انقدر آسیب دیدید که خیلی سخت توانه بلند شدن دادید چه شکلی باید با این مارکت برخورد بکنید باید چه شکلی اون اتفاق تلخ حالا چه از نظر شخصی چه از نظر مالی چه شکلی این رو باید هندلش بکنید و بتونید خودتون ریکاوری بکنید جالبه که ایشون تمام صحبتشون راجع به اینه که توی این مارکت چه شکلی ماندگار بشیم هست این نیستش که چطور توی این مارکت برنده باشیم ببینید توی این کتابایی که الان من براتون توضیح دادم و تشریحشون کردم بخش های مختلفی از اون پروسه کاریمون یا اون مارکتی که داریم توش فعالیت میکنیم رو کامل توضیح داده توی این چند تا هر کدوم اینا باعث میشه که شما شروع کنید به پیشرفت کردن و دید بهتر گرفتن نساد فعالیت های روزانتون، ماهانتون و حتی بلند مدتتون برای 6 تا 10 سالتون. و حالا میریم سراغ بخش آخر یا بخشی که فکر کنم شما خیلی براتون جذاب باشه ست کتاب جذاب بهتون گفتم حالا اینه دیگه یواش یواش این کتاب مربوط میشه به پروسه کاریتون و یکم تجربیات اجراییتون رو بالا میبره آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی میکنم نوشته آقای جیمز کلیر هست و اصلا تایتل مشخصه The New Trading For یعنی شما تو این کتاب میتونید خیلی قشنگ و جذاب عادت ها اتفاقاتی که برای یک تریدر میفته اشتباهات و نقاط مثبت رو کامل دریافت بکنید شاید برای اینکه بخواید همون ابتدای راه یا تو مسیر اینا رو کسب بکنید و بفهمید خیلی هزینه های زیادی بدید چه مالی چه زمانی چه از نظر آرامش و